درود به باشندگان، فرق ایران رو می ستاییم و سخنم رو با جاوید شاه آغاز می کنم. پاینده ایران جاوید شاه، فرود چون چکد خونم از قلب پاک، خدا شاه می هم نویسد به خاک. و سخنم رو این گونه آغاز می کنم چون خانم نویمن در دهه 70 میلادی تئوری و اعداد به نام مارکیش و سکوت Spiral of Silence، و من برای اولین بار این رو، چون من اول از همه میخواستم سپاسگزاری کنم از آقای دکتر بقایی، مادر گرامیشون، با صحبت‌های زیباشون، از خانم رحیمی عزیز، همسر قهرمان ملیمون تیمسار رحیمی که من رو مانند پسرشون دوست دارم و من ایشون رو مانند مادرم دوست دارم، اصفو فرابر هستم از نسل سوخته. برای این سخنم رو با جاوید شاه آغاز کردم که بگم ما نیومدیم اینجا نوستالژی صحبت کنیم درباره گذشته. ما درباره دو گوهر همزاد سخن میگیم که مانند دو ستاره در تاریخ ایران میدرخشند و ستارگان جاودانند. یکی از تلویزیون های شهرتون که نامش رو نمیبرم، بعضی ها بهش لقب آیت الله دادن، مقاله رو در توییترش گذاشته با این که با این لحن توهین‌آمیز، شاه که تمام میشود. پاسخ جوانان ایران زمین رو، اگه مشکلی هست ایران بستم، پاسخ جوانان ایران رو برید در توییتر آن تلویزیونی که من در اون سانسور هستم نگاه کنید. لایکی که کامنت من گرفته بیشتر از لایکی که کل مقاله گرفته در اونجا. و جاوید شاه پاسخی است به مارپیچ سکوت. زمانی که فاجعه 57 اتفاق افتاد، دو جناح سیاسی، دو ایدئولوژی با هم در جنگ بودند: رادیکالیسم و مکتب پهلویسم. حدود 15 سال پیش مطلبی رو نوشتم به نام مکتب پهلویسم، برای یکی از تلویزیون‌های لس آنجلسی خواندم و این اولین باری بود که در تاریخ ایران سخن از مکتب پهلویسم گفته شد. به نام مکتب، نه به عنوان یک ایدئولوژی، نه به عنوان یک سخن، نه به عنوان مناجات سیاسی، نه به عنوان اشعار عرفانی. من شیخ زاهد گیلانی نیستم که اشعار عرفانی بگم و کار دیگر بکنم و از نوه هایم صفویان ایران رو نابود کنم. بلکه وقتی ما از مکتب پهلوی سخن میگیم، صحبت از این میکنیم که پس از سقوط ناگوار ساسانیان، بار دیگر یک شاهزاده ایران نمایندگی را میگیم. زمانی که کورانگوخت ها و آزرمینگوخت ها ایران رو نمایندگی میکردن، این مکتب پهلوی است. مکتب پهلوی است، آینده داره. چرا آینده داره؟ چون رادیکالیسم، نجات پرستی، فاشیسم، دروغ و شالاتانیسم آینده نداره. و برای همینه که در توییتر آن تلویزیونی که نامش رو نمیارم، جوانان ببینید چه کردن. جاوید شاه زنده است، چون شاه زنده است و مکتب پهلوی است. من این رو خوندم و افتخار میکنم، یکی از مهمترین مقالاتی که بین جوانان ایران پخش شده، قسمتش رو براتون میخونم. مکتب پهلویست یعنی آزادگی، سربلندی، سرافرازی، پیشرفت و مهمتر از همه ایران محوری. نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران. پهلویست یعنی افتخار به گذشته و امید با آینده. برای همین اینجا با هم جمع شدیم. اینجا نوستالژی نیست، من خاطره نمیگیم. پهلویست یعنی احترام به دگردیشان، به دگراندیشان دینی و قومی. اینجا باز پرانتز باز میکنم. ارسطو میگه، ارسطو میگه هر کلی بیشتر از مجموع اعضاشه. امیدوارم خوب ترجمه کرده باشم. دستگانسیس مرزی انسیتاری. و این نکته به ایران ما برمیاد. برای ما شروع کردن میگن اقوام ایران، ملیت‌های ایران. من این ساعتی که یک عزیزی به من هدیه داده، خیلی‌ها میدونن کیه، هدیه داده مادر هممون، یه بار جایی تلویزیون گرفتم، گفتم من اگه پیشومرهشو در بیارم بذارم روی میز، این وزنه پیشومرهش همون ساعته، ولی این اون ساعت نیست. ایران یک کلیته و این کلیت بیشتر از مجموعه اعضاشه که برای ما قومیت ها میسازن، کنار هم میذارن، چون تک تک این اعضا ضعیف‌تر از کلن.
بنابراین وقتی ما صحبت میکنیم پهلویست یعنی احترام به دگرگشان دینی و قومی نیست که از جو، یعنی اینکه هممون یکی هستیم، ما یکی هستیم، ما اقوام و ملیت ها نیستیم، ما ایرانیم، ما ایرانیم. و فردوسی بزرگ از ایران سخن گفته، نه از خراسان. فردوسی بزرگ از خراسان نظامی گنجوی از گنجه است. و ارشک و تیرداد آن دو برادری که اشکانیان رو انداختن از حتی امروز در مرزهای ایران نیست. پس ایران یک هویت ملی و تاریخی، هویت قراردادی نیست که در لندن و واشنگتن با قراردادهای مالی تغییرش بدن. ما گذار نمی کنیم از جمهوری اسلامی به سوی قبرستان، ما ایران رو پس می گیریم. از آقای تغییزاده بسیار سپاسگزارم که من رو، آقای تغییزاده من به شما میگم، چون شما مرد و زن رو که میدونید شاید در فرهنگ ایرانی درست نباشه، ولی من شما من رو به یاد شاهدخ اشرف پهلوی میندازید. شاهدخ اشرف پهلوی مقاله داشت اگه شما در نیویورک تایمز بود، گفت I fight these slanders، نگفت من دفاع میکنم، گفت من میجنگم. و این پایان صحبت شما بود، ما میجنگیم. شاهدخ اشرف پهلوی جمله‌ای داره میگه، وقتی به دنیا اومدم تصمیم گرفتم با همه دنیا بجنگم جز با اون کسی که قبل از به دنیا اومدن هم دوستش داشتم و اون برادرم بود. ما الان در جنگی، در جنگ ما رو سانسور میکنن. و ما خانم نویمن در اسپایرال آف سنگ بالا میگن ایشوای اینشپیراله دهه 70 دیده بود که عجیبه در تمام این رأی‌گیری ها، ببخشید اگه ببخشید مطلبی بود، در تمام رأی‌گیری ها این چی میگم پولینگ میگم مثل انگلیسی دیده بودم که دست راستی و دست چپی ها تو آلمان تو چیزا همین برابرن، یا دست چپی ها بردن تو انتخابات. و این چون کارش آمارگیری بود رفت، کاری که اینا کرده بودن این بود، تو تلویزیون های دولتیشون بعضی از مثل تو لندن درباره ورزش صحبت میکنن چپی دعوت میکنن، درباره حقوق زن صحبت میکنن چپی دعوت میکنن، درباره هنر و فرهنگ و موسیقی مهمان میارن چپی دعوت میکنن. و این از لحاظ روانشناسی ثابت شده، من کارم اینه، من کارم مشاور روانشناسیه. این توهم در اکثریت به وجود میاد چون شما تنهایی تلویزیون رو نگاه میکنی، شما روزنامه رو که صد نفره نمیخونی، هر کی روزنامه رو تنهایی میخونه، تلویزیون ایکس و ایپسیلون رو تنهایی نگاه نمیکنه، تنهایی نگاه میکنه. این توهم در شما به وجود میاد که شما تنهایی با عقیدت. و چون ایران اصلا اولش انسان، حیوان منظورم توی نیزه که حیوان اجتماعیه، بنابراین وقتی که میخوای از قبیله راندی نشی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. هممون اینجا نشستیم، هممون اینجا نشستیم فکر میکنیم تنها شاهی این جمعیت ماییم، بعد میریم تو اون تلویزیونه توبه میکنیم میگیم شاه آزادی سیاسی هم نمیداد. کی گفت آزادی سیاسی نمیداد؟ محمد رضا شاه پهلوی رضا شاه دموکراتی و آزادی خواهی آزادی خواهترین رهبران سیاسی جهان بوده و من اینو ثابت میکنم. در زمانی که محمد رضا شاه پهلوی در ایران اصلاحات ارضی کرد 1962-63 داستان را افتاد، در آمریکا سیویل رایتس اکت و ووتینگز اکت تازه 1964-65 اومد. این یه فکته. حزب کمونیست در آمریکا در 50 ممنوع بود و کارمندان کمونیست آمریکا رو می‌بردن، بعد می‌گفتن ما کمونیست نیستیم. مک‌کارتی رو که می‌دونید چه جنایتی در آمریکا کرد، برادران کندی اتفاقا حمایت می‌کردن و اتفاقا برادر جان اف کندی که وزیر دادگستری آمریکا سر قبر مک‌کارتی تازه نوحه خوند. زمانی که رضا شاه اومد در همین انگلستان شما اکثریت مردم حق رأی نداشتن، تازه از سفیدپوستاشون. و اولین کسی که در انگلستان تونست نماینده مجلس بشه و چشمابی نبود اردشیر جی رپورتر بود. و بعد هم در کل امپراتوری بریتانیا هندی‌ها حق رأی نداشتن که اینجا پارلمان انتخاب کنن و مردم دیگه. یعنی یک کشور نژادپرست و پلیدی که امروز تلویزیون دولتیش به شاه من میگه دیکتاتور و فقط کسانی رو دعوت میکنن که یا که به آلمانی میگن یا که بله بگن. رضا شاه درخت دموکراسی در ایران کاشت. دموکراسی این نیست که الان بگم من آزادی میدم. دموکراسی آقای تغییزاده که من خیلی دوستش هم دارم، چون واقعا من چی میگم، شما آذری هستین گفتین ولی اخلاقت مثل پدر من آذریه و واقعا هم دوستتون دارم، چون میدونید ما تو جنگیم، جنگ وسط قربون صدقه نیست، جنگ آقای تغییزاده درستی کشورمون رو دارم اینجا تجزیه میکنه و پادشاه هم رو و خواهرش رو. یه بار بزنید اشرف پهلوی
ببینید من نام میارم مسعود بهنود، هر فحشی که به اشرف بغلانی داده شده در سایت های فارسی زبان استناد به مسعود بهنود. من نمیگم پادگان عباس آباد شد، ولی در باره این صحبت میکنیم که ما میبینیم که رضا شاه میاد و درخت آزادی رو در ایران میکاره. چجوری میخوای تو کشوری که در اون ملوک و توایفیه، کشوری که بانک ملی نداره اسکناسش رو نمیتونه چاپ کنه، در کشوری که انگلوفیل بودن و روسوفیل بودن رو محبوب میدونن و شما فرمان فرما میشی، فرمان فرما انگلوفیل بود دیگه، استاندار فارس و انگلیس ها انتخاب میکردن، خزعل از کجا آمده بود، اسماعیل اسمیکو و آذربایجان چه میکرد، رضا شاه دموکرات ترین پادشاه ایران بود پس از او پسرش. برای اینکه دموکراسی آن چیزی است که حقته بهت میدم، آن چیزی که توانایی شو داری، و هر کدوم از اینا اومدن به شما گفتن رضا شاه دیکتاتور بود، بگید کدوم کشور رو میگی. دهه 30 میلادی در فرانسه قانون سانسور روزنامه ها اومد. بزرگ ادبی، چرا کسی از خائنین بذارید یه چیزی الان افتاد، مارکوس تولیو سیسرو، ما اینا تو قال لاتینی میخوندیم، حتی سم بگم یه آقای بود بهش با شما مناظره کردن تقریزه، این گفت رسپابلیکا، نمیدونید چیه، درستش رسپوبلیکاست، میدونید کیو میگم، ما لاتین خوندیم مدرسه و سیسرو رو میخوندیم و سیسرو یه جمله داره خیلی زیباست، البته بهش گفتن اینو بهش استناد دادن سیسرو رو، بعضیا میگن مالونه بعضی میگه حق، البته من اینو بازم با آلمانی خوندم چون میگم من لاتین رو با آلمانی، میگه که هر کشوری میتونه ابلهان خودش رو سروایف کنه، یعنی دووم بیاره، حتی جاه طلبی ابلهان و احمقانش رو میتونه چی میگن سروایف کنه، یعنی میتونه به زندگیش ادامه بده، ولی چیزی که نمیتونه تحمل کنه خائنینه. برای اینکه خائن به زبان قلب مردم باشه، اینو سیسرو میگه من نمیگم، ما خائن به زبان مردم با شما صحبت میکنه، میان شعر سعدی رو براتون میخونن، حتی بعضی موقع میان از رضا شاه خوب میگن که پسرش رو خراب کنن، بعد از پسرش خوب میگن که شاهزاده رو خراب کنن، از شهبانوی عزیزم خوب میگن که بیان شاهدخت اشرف رو خراب کنن، برید مقاله اون تلویزیون رو بخونید چجوری از شهبانو خوب میگن که اشرف رو خراب کنن. سیسرو ادامه میده و این رو لاتینش خیلی زیبا داره، میگم بعضی میگن مالی که دیگه بوده، ولی بعد اینو میگه، میگه با این کارشون ستونهای ارزشی یک مملکت رو، زیربناش رو خراب میکنن. و بعد میگه، و این جمله زیباست، میگه یک قاتل اونقدر خطرناک نیست که از یک خائن. رادیکالیسم و ادامه بدم اینجا، من چقدر 10 دقیقه وقت دارم هنوز؟ 10 دقیقه. پهلویست یعنی چی؟ پهلویست یعنی که 50% شما امروز زنده نبوده اگه پهلوی ها نبوده. من یک کتاب آلمانی دارم، حالا این کتاب سفرنامه یک آلمانی مال 1930 خورده ای از به عراق و سوریه، من کتابی که دستفروشی پیدا کردم، من تاریخ زیاد دوست دارم یه جوری، و این اومده ایران و میگه من تعجب نمی کنم ایرانی ها اینقدر زود میمیرن، صحنه هایی رو از بازار تهران میگه که چجوری اینو، بعد میگه رضا شاه خودش میگه، میگه من دیدم رضا شاه چه تلاشی میکنه به این مردم بهداشت آموزش بده. من خوشکار نداره، هممون دوست دختر دوست پسر داشتیم، من دبیرستان که میرفتم چه دوست دختری داشتم، خیلی هم دختر خوبی بود، آندریا بود اسمش، فامیلش رو نمیگم، شاید شوهر داشته باشه، الان پدر بزرگ او یه اتریشی بود که زمان رضا شاه مهندس بود و در ایران در ساختن تونل کندوان سهیم بود، اتریشی بود، اتریش 1938 آلمان این فلربن کرده بود، یعنی آنکسیون میگیم مثل شما، پدر بزرگش عکس با رضا شاه داشت، عکسایی که وقتی من میدیدم خب خجالت میکشیدم از ریخت و قیافه کارگران، به من تعریف میکرد که وضعیت مردم چگونه بود و نمیدونی چه تعریفی از رضا شاه میکرد، چه تعریف، منم گفت تو قدت بلند، نه که به خودم مثال بزنم، گفت واقعا، و این مرد اتریشی وقتی از رضا شاه صحبت میکرد، اتریش یک کشور اروپایی بود دست فاشیست بود، آلمان یک کشور اروپایی بود دست فاشیست بود، تمام دوران محمد رضا شاه پهلوی آفریقا و آسیا همش فاشیستی بودن، درباره چی صحبت میکنیم؟ انگلستان شما دهه 70 بیشتر زندانی سیاسی داشت و همین انگلیس ها ایرلندی ها رو و همین فرانسوی ها، و بعد همین شما نگاه کنید دو تا نخست وزیر ایران رو کشتن،
دو تا نخست وزیر ایران و فدایان اسلام و مؤتلفه اسلامی کشتن. اگه دو تا نخست وزیر شما رو میکشتن چی کار میکردن اینجا؟ در تورنتو، در شهر تورنتو یه کبک کانادا یه جنبشی درست شد. اینا میخواستن زبان فرانسوی رو اجازه بدن تو مغازه. این جنبش ازون یه گروهی اومد یک نفر رو ترور کرد. نخست وزیر کانادا در اوایل دهه 70 ارتش کانادا رو فرستاد کبک، اعلام حکومت نظامی کرد و 200 نفر رو سر این روز بازداشت کردن به جرم تظاهرات. اولریک منهوف و آندریاس بادر جنازه‌شون از زندان آلمان اومد بیرون. تازه گروهشون 5 6 نفر فقط بود. پس بیاییم با واقعیت‌ها صحبت کنیم. پهلویست یعنی تغذیه رایگان. مصرمون زنده نبودیم چون بهداشت پهلوی طبق اون آمار اگه پهلوی ها نبودن مصر شما زنده نبودن. پهلوی یعنی تغذیه رایگان، یعنی کشف حجاب. و این شاهدختی که بهش این همه توهین میکنن درست در همون روزی هم درگذشت که 17 دی بود. و این شکستن مارپیچ سکوته که اکثریت رو به خاموشی محکوم میکنن وقتی هرچی با سواده از جنس خودشون میارن. بخونید وقت داری چون وقت من آقای داره تموم میشه 5 دقیقه. بعد از این برنامه برید درباره Spiral of Silence خانم نویل نورمن بخونید. من اولین بار در رسانه گفتم ببینید چقدر کلیک خورده. بخونید چجوری دارن ما شاهی ها رو به نوستالژیک به گذشته، بعد هر کی هم که روشن فکر بوده باید دست چپی باشه، هر شاهی هم که دعوت میکنم بعد اول عذرخواهی کنه. من عذرخواهی نمیکنم. چی؟ پهلوی یعنی راه آهن سراسری، اونم از جنوب به شمال، نه از شرق به غرب که به نفع انگلیس و انگلیسا باشه. پهلوی یعنی اسکناس چاپ ایران. پهلوی یعنی ملی کردن راستین صنعت نفت. خزعل خوزستان رو گرفته بود، نومرا اونو به قول ایتالیایی ها. دوم اوپک نفت رو ملی کرد 1960. پادشاه من محمد رضا شاه پهلوی آریامه اوپک رو انداخت که اوپک بتونه قیمت نفت رو کنترل کنه و اینها انقلاب کردن که دیگه اوپکی نباشه که بتونه امروز قیمت نفت رو کنترل کنه. ببینید اوپک به چه بدبختی تبدیل شده، ولی خونه های اینا، ساختمون های اینا هر روز بلندتر و قشنگتر میشن. پهلوی یعنی دانشگاه تهران، دانشگاهی که به رضا شاهی که خودش به خودش سواد آموزی یاد داده بود، سفرنامه مازندران و خوزستان بهش میگن بی سواد، در همون دانشگاه تهرانی که به ساخت. پهلوی یعنی ارتش شاهنشاهی ایران. دیدم دوستان یکی مقاله نوشته بود تو همین ساعت 5 دقیقه به من بگید. میگن که اومدم تو این مقالاتی که خیلی هم چاپ میشه روشنفکرانه، من میگم واسه همین از ایران فردا سپاسگزاری کردم که من اجازه سخن میدم. حتی برنامه در رادیو شیامون جز پربیننده ترین برنامه در تلگرام یه ذره بگیم اینا رو. ایران فردا همشون خوب نیست. من درباره ایش بذارید من سخنرانیمو تموم کنم بعد شما ایراد بگیرید. درباره این صحبت میکنیم که ببین الان مثلا رشته کلامو گم کرد. خواهش میکنم خدا ببخشید. درباره این صحبت میکنیم که ارتش شاهنشاهی، حالا یکی برگشته گفته بودش که این ارتش شاهنشاهی چرا رویال بوده اسمش. من پیشنهاد میکنم اول رویال ایرفورس اسمش تغییر بده. ما درباره ساختن آرامگاه فردوسی صحبت میکنیم. همه شاهنامه میخوندن تو ایران، چرا یکی از این قجرها و دوله ها و سلطنه ها که بعدا قرن به قول آقای تقی‌زاده یادشون میرفت وقتی میرن لاهه با خودشون کاغذ ببرن، وقتی مصطفی خراسان بودن چرا نیومدن آرامگاه فردوسی رو درست کنه؟ با پهلوی یعنی سپاه دانه، سپاه ترویج آبادانی. اصلا اینجا دیگه گم یعنی همون با مادر شما به بابا یاد کردن از نصیری، پرورشگاهی که این زن درست کرد که آقای نصیری بره و این وزنه رو ببره بالا. من مونترال شدم دوم شد اونجا تلاشم قبلش. یعنی پهلوی است. میدونید در آیینی که نمیخوام بهش حمله کنم آدوبت کردن بچه ها رو ممنوع کرده بودن به خاطر اینکه شما حق داشتی با دختر خونده دختر خواندت نمیدونی عروسی کنی یا با عروس با زن پسر خوندت و این زن اومد قوانین اون دین رو زیر پا گذاشت و دوباره در ایران پسرخونده کردن چی میگن گرفتن پسرخونده و اینا رو راه انداخت این زن بهش فوش دادن. و وقتی که ما درباره پهلوی صحبت میکنیم یعنی اصلاحات ارضی چجوری میخوای یه مملکت دموکراسی بیاری 70% رعیتن به نون شب وابستن. دموکراسی درختی است که باید کاشته بشه و
باید آبیاری بشه، باید در سایه اون بتونیم در امنیت باشیم و بعد در سایه امنیت اون درخت میتونیم میوه رو بچینیم و بخوریم. و هر کسی جز این به شما گفت یک پوپولیسته. پوپولیستایی مثل آدولف هیتلر، پوپولیستایی مثل استالین، بزرگ علوی. بزرگ علوی یادش رفت بگه برادرش مرتضی علوی و استالین کشته بود، نه؟ من اینو تصادفی پیدا کردم. مرتضی علوی با مرتضی بود اسم برادرش تو پاریس. من مصاحبه برادرش رو دیدم پاریس در 20 میلادی داشت به رضا شاه فوش میده. بعد برمیگرده میره مسکو، استالین اعدامش میکنه. خوب کاری کرد. بعد آقای بزرگ علوی یه بار به جوانای من میگه، نمیگه برادرم استالین اعدام کرده. خانه دایی یوسف هم بخونید بعد نیست. آقای فرخ اونجا، آقای فرخ نگهدار اونجا که بخونید تنها کسی بود که میگه تو اونجا کار نمیکرد تو شورای. بعد پهلویست یعنی خلیج همیشه فارس. ما شوینیست نیستیم. چیزی بدتر از نژاد پرستی در دنیا وجود نداره. از کسی دیدیم که نصفش اتریشیه و میدونه آدولف هیتلر چه آدم حیوان کثیفی بود، به حیوان تویی شد. خلیج همیشه فارس این نیست که ما به همسایگانمون احترام نذاریم. من اعراب رو به عنوان همسایگانمون احترام میذارم. در برنامه هم از تازیان سخن میگم. خود اعراب اولین قربانی تازیان بودن. هم خلیج همیشه فارس یعنی این که ما سهم خودمون رو داشته باشیم، فرهنگ انسان دوستی و مهربانی رو رواج بدیم و بتونیم خلیج همیشه فارس و خلیج صلح و آرامش بکنیم و نذاریم بیگانه در اون جولان بده. و این کار رو محمد رضا شاه انسان دوست انجام داد. و پدرش اول اون پلیس جنوب و آفید اسم به قول آلمانی ها و بعد ناوگان انگلیس رو هم پسرش گفت آفید اسم. و بعد پایان میگیرم الان. پهلویست یعنی 50% دریای مازندران. اسمش هم خزر نبود، مازندران بود. خزرها دشمنان ایران بودن. من برنامه دارم در روی گذری در تاریخ از شاهان اشکانی شروع کردم، رسیدم الان به خسرو پرویز. دفاعیاتم از خسرو پرویز و بعضی دوستان گوش کردن که از محمد محمدی ملایری و دادگاه خسرو پرویز. اینقدر آسون قهرمانانمونو هی میان بهشون فوش میدیم. از خسرو پرویزش گرفته این همه دشمن بهش دادن تا به این بانوی عزیز و به این پادشاه. پهلویست یعنی بذارید عینکم بزنم، قدیمی نوشته 15 سال قدیمی. پهلویست یعنی پان ایرانیست، نه هیتلریست، نه این رژه های مسخره با اونیفورم های مسخره. پان ایرانیست یعنی مرزهایی که الان هست، مرزهای الان ارزه داشتیم نگه میداشتیم. ولی این یعنی که برم با تاجیکم، با برادر افغانم، هیچ وقت هم حمله افغان نداشتیم. اینم دروغ. افغانا جزی از ایران بودن. صفویا افغانا رو ظلم می‌کردن. شیراز که نمیتونه به تهران حمله کنه. افغانستان الان یه کشوره، با اونا دوست باشیم، با اعرابمون دوست باشیم. دل ایران شهر عراقه، با اونا دوست باشیم. محمدی ملایری رو کتابش نوشته. و بعد هم پان ایرانی سنی و بعدش هم پهلوی است یعنی هویت ایرانی. من دو دقیقه دیگه لازم دارم. بنابراین چون از وین اومدم اینجا، من سراغ هم یه ذره دورتر بوده. بنابراین وقتی در باره پهلوی صحبت میکنیم لازم نیست بریم جلوی خبرنگاری که پولش رو دولت بیگانه میده سرونه بنزیم پایین و بگیم غلط کردم که پادشاهی خواستم. پادشاهی در ایران آینده است. و شاهدخت اشرف پهلوی میخواستم براتون بخونم. دفعه دیگه میایم 3 ساعتی میکنیم برنامه رو. نوشته داره در سال 1386 و در اونجا در اون نوشته در 5 مرداد 1386 درباره پهلویست به زبان خودش میگه. میگه پدرم، میگه برادرم شالوده هایی که اون چیزهایی که از برادرم باقی مونده وقتی جمهوری اسلامی سرنگون بشه راه ایران را برای آزادی دموکراسی و سکولاریسم هموار میکنه. شاهدخت اشرف پهلوی مذهبی نبود اولا و دوم من فکر نمی‌کنم که صحبتی هم که در مورد اسلام کرده بود به خاطر این بودش که ما رو به اسلام سیاسی، بلکه در اصل اینه که یک سیاستمدار باید بدونه چه چیزی ممکنه چه چیزی ممکن نیست. صحبتایی که اینا 40 سال قبل 50 سال کردن درباره یک مذهب، درباره ایدئولوژی، برای زمان خودش بوده. بنابراین در پایان صحبتم جاوید شاه میگم. جاوید شاه یعنی اینکه ما تجزیه طلب نیستیم. جاوید شاه یعنی این که ما تمامیت ارضی ایران رو، ما زبان پارسی رو به عنوان تنها زبان رسمی کشور قبول داریم، چرا که همین انگلیسی‌ها هرگز اجازه ندادن که اسکاتلندی‌ها به زبان گیلیش بیان در مدارس فیزیک و شیمی یاد بدن. بنابراین دیدم بعضی افراد به دروغ میان میگه اولا من جد آبادم آذری، تبریزم همه آذری بلدن، ترکی. و زبان پارسی زبانی است که مدرسه میره بچه 7 ساله 6 ساله
به اون زبان رو یاد میگیره در مدرسه، فیزیک و شیمی و ریاضی. خب هفته یه بار هم میتونه بیا زبان محلیش یاد بگیره. زبان رسمی زبان تدریسیه مملکته، برای اینکه بتونیم با هم دیگه الان صحبت کنیم. و خودشون هم این کارو کردن. زبان مادری هفته یه بار میریم مدرسه یاد میگیریم. آینده ایرانی که میگیم جاوید شاه یعنی این، وقتی که میان میگیم جاوید شاه یعنی ما هستیم، یعنی دهه 96 ادامه داره، نه این توبه نامه هایی که توی مقالات نوشتن آقا یا نفهمیدن چی گفتن، ای نفهمیدن، خوب فهمیدن. هفته آبان داره میاد یعنی جاوید شاه، هفته آبان داره میاد یعنی جاوید شاه. و من افتخار میکنم در 18 آبانم به دنیا آمدم، 4 آبان، 7 آبان و 9 آبان، و امیدوارم که همیشه آبان باشه زندگیتون، همیشه شادان باشه.